یک شرکت بین‌المللی لوازم خانگی چوبی مستقر در سوئیس از یک کارمند مسلمان محجبه که مورد حمله اسلام حراسی کاربر در فروشگاه خود در اوبون قرار گرفته بود دفاع کرد به گزارش شیه ویوز به نقل از دیلی سباه یک کاربر نجات پرست در نظرات خود نوشته بود حیف است که یک صندوقدار محجبه در آیکا ببینیم و من هرگز وارد این فروشگاه نخواهم شد این فروشگاه در پاسخ این نجات پرست اعلام کرده شرکت ما دارای ارزش های واضحی است که احترام به همه صرف نظر از قومیت مذهب و نژاد یکی از این ارزش هاست. قبل از قضاوت یک شخص بر اساس ظاهر آنها باید با آنها آشنا شوید بسیار از کاربران اینترنتی از این موزگیری فروشگاه آیکا استقبال کرده و از آن تشکر کردند این در حالی است که اخیرا بحث ممنوع سازی پوشیه یا حجاب صورت برای زنان مسلمان در جامعه سوئیس بالا گرفته است در سال 2018 دولت سوئیس مخالفت خود را با درخواست ممنوعیت پوشیه از سوی برخی جوامع کشور اعلام کرده و خاطر نشان کرد که هر ایالت باید به طور مستقل درباره این موضوع تصمیم بگیرد و دولت سراسری در این مورد دخالتی نمی کند همکنون دو ایالت در سوئیس برقه و دیگر پوشش های صورت را ممنوع ساختند